من امیرعلی میرزایی ام، مربی رفتارشناس و روانشناس سگ‌ها. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوام راجع به موضوع خیلی مهم صحبت کنم، اونم اینکه آقا ما کی حق داریم سگمون رو تنبیه بکنیم، کی حق نداریم سگمون رو تنبیه کنیم. ببینین، توی یه سری آموزش ها ما حق داریم از روش های تنبیهی استفاده کنیم. حالا روش این تنبیه درست چیه خودش جداگونه باید راجع بهش صحبت بکنیم، ولی کی حق داریم اصلا تنبیه بکنیم، چه کلا حق نداریم تنبیه کنیم. ببینین، یه سری آموزش تو طبیعت سگ وجود داره. مثلا توی طبیعت فرض کنیم من یه سگم خوابیدم، سگ بغل دستیم هی باق 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 سر صدا میکنه، قطعا من بودم میشم بهش اعتراض میکنم دیگه، من وای نمیستم نگاهش کنم که قصد حق دارم تنبیهش کنم. پس تو خونه ما اگه سگ اون خیلی سر صدا کرد و مزاحم شد یا مزاحم همسایه شد، ما حق داریم تنبیهش کنیم و از روش تنبیهی ازش بخوایم که سر صدا نکنه، دعواش کنیم. از طرف دیگه مثلا من میخوام یه خوراکی بذارم جلو سگ، بهش نخور رو یاد بدم، بهش بگم نخور. آقا من یه سگم توی طبیعت یه کپ شکار کردم، این کپک منه، حالا جوهرت داری بهش دست بزن، کسی بره سمتش قطعا من دعواش میکنم دیگه، میگم نخور، گازش میگیرم یا هر چیزی. پس اگر من میخوام آموزش نخور رو به بچم بدم، حق دارم یه خوراکی بذارم جلوش و اگه خواست بره سمتش دعواش کنم، وقتی که گوش داد تشویقش کنم و قربون صدقهش برم و تو مثلا نخور رو یاد بگیرم. مثلا یا دیگه خیلی آموزش های دیگه، گاز گرفتم مثلا سگ شما، شما گاز میگیره، شما دعواش کنید، تو طبیعت هم سگ دیگه رو گاز بگیره که اون سگ ماهی نمیسته نگاهش کنه که دعواش میکنه. پس اینجام همینطور، ولی یه سری چیزا تو طبیعت سگ نیست. مثلا من میخوام به سگم یاد بدم دست بده، حالا دست نده بزنم تو گوشش، اصلا درسته این هر مثلا میگم اگه دست ندی میزنم یا مثلا دعوات میکنم، چه این چیزی غیر ممکنه. میگم اگه دست بدی بهت خوراکی میدم، قربون صدقت میرم، نازت میکنم، همه تو خودتون دست بده رو بدین به کمکی مربی. شد 90% آدم خودشون به سگشون یاد دادن دیگه، اصلا کار پیچیده ای هم نیست واقعا، نظر مثلا نیازی مربی نداره قطعا چه این چیزای نمایشی. خب خیلی ساده، بچتون از طریق تشویق یاد دادیم، میگم اگه دست بدی تشویقت میکنم. یا آموزش دیگه مهمم داریم که اسمش آموزش جای دستش، توی آموزش جای دستشویی به توله هم ما حق تنبیه نداریم. اینا تو طبیعت خودشون هر جا عشقشون بکشه دستشویی میکنن. پس من نمیتونم بیارمش تو خونه بگم هر جا من دلم خواد دستشویی کنم. نه تنها من از طبیعت خودش آوردمش توی محیط جدید، با تالسو میگم یه جایی خاصی هم باید دستشویی کنی، خب خیلی سخته دیگه. به جای اینکه بهش بگم اگه اینجا دستشویی کنی پدرتو در میارم، یا اگه اینجا دستشویی کنی کلی اتفاق خوب میفته، این شکلی تو ذهنش جا میندازم، میگم اگه دستشویی کنی تشویقت میکنم، نه اینکه اگه دستشویی اشتباه بکنی تنبیهت میکنم. اگه تنبیهش کنیم به این معنی نیست که اینجا دستشویی کردن اشتباهه، به این معنیه که کلا دستشویی کردن اشتباهه، چون جای دستشویی در طبیعت سگ نیست، هر جا دلش بخواد دست اصلا روش میخوابه، کسی چیزی نمیتونه بهش بگه که تو طبیعت هر جا دلشون بخواد دستشویی میکنن. پس اینجا هم همینطور، ما ازشون نمیخوایم که اگه دستشویی اشتباه کنی پدرتو نمیارم، میگم اگه درست دستشویی کنی قربون صدقت میرم، نازت میکنم و تشویقت میکنم. چیزایی که در طبیعت سگ وجود نداره و ما داریم به زندگیش اضافه میکنیم و نمیتونیم با تنبیه ازشون بخوایم. پس به این قضیه خواهش میکنم دقت کنیم، بچه‌هاتون اذیت نکنید. مخلصم.